محبت و صمیمیت و اخلاص تام انتخاب نمودن کسب و هنر و پیشه انسان می تواند به قله های بلند برسد، چون که چراغ محبت راه انسان را همیشه فروزان نگاه می دارد، چون که با محبت می توان ناکامی ها را شرمسار کرد. برنامه فرهنگی و فراغتی درخش هنر است، بیننده عزیز و ارجمند تلویزیون دوشنبه. این نوبت ما تصمیم گرفتیم اهل ایجاد برنامه راستگوشایی نفر باشیم که برای معرفی هنر و استعداد خود بس و رنج ها دیده است و بیداری ها و شب زنده داری ها. این نفر با جلای هنرش دل ها را تسخیر کرد و چشم ها را ربرد. فرزانه فیض از دوستان مهمان نوبتی برنامه ما. این دم خیر مقدمش میگویم به برنامه، خوش آمدید. تشکر زیاد. خب فرزانه، میتوانم بپرسم که این لحظه چی هیجان شما را فرا گرفته است؟ چون این لحظه در صحبت ما قرار دارید. بهترین هیجان دارم و وقتی که به این برنامه آماده شدم برای آمدن، بسیار خرسند شدم شما مرا امروز به این برنامه دعوت کردید و من بسیار تماشا میکنم این برنامه درخش هنر را. تشکر زیاد برای دعوتتان. بله، خب مثلا راه و راه می اومدید و مثلا آماده می شدید و هر دم من با شما زنگ می زدم که فرزانه کجا شده، زودتر بیاید. خب چی چیزه در فکر شما چرخ می زن؟ با یک دلی پور، با یک امیدی پاکه، با یک قلبی سرشار از مهر محبت، از مهر محبت به نزدیک شما اومدم. بله، صحبت را آغاز میکنیم از دایره فعالیت مثلا هنرپیشگی و آوازخوانی شما. خب تا این لحظه شما آمدید هم در سینما نقشای خوب و خاطرمان آفریدید و این لحظه ها مثلا روی صحنه هنر سرود و ترانه های زیبا و جالب میسرایید. میتوانید بگویید که از آن هنگام تا به حال تا کجا رشد کردید؟ بهت مشکل است اولا، بعدن من خودم که تای چند سال روی صحنه نبر آمده بودم، باز شروع کردم از اول، مشکل بود، حالا باشد کارم پیش رفته استده است. سرایندگی رو به هر دوست میدارم، دوست میداشتم، من سرود میخوندم و بعدا من رو به فیلم دعوت کردم، نقش آفریدم و مردم من رو همچون هنرمند قبول کردم. حالا باشد من هنری که خودم بیشتر دوست میدارم آوازخوانی است. آوازخوانی است. بله، خوب چگونه ای که بینندگان آگاه هستند، فرزانه فیض رو همگان همچون نرپشه سینما میشناسند. بله. و در چندین فیلم ها نیز نقشای خوب و خاطرمان آفریده است. خوب میتونید بگویم که چی چیز شما رو روی صحنه هنر آورد؟ با فکر من که اگر احساس باشد، احساس داشته باشید و ذوق داشته باشد هنرمند و شخصی که خواهد هنرمند شود، کوشش کردم، تلاش کردم، از خوردی ذوق داشتم و در مکتب میونه میخوندم، در اونجا هنرنمایی میکردم، رقص هم میکردم، سرود هم میخوندم و به حد شوق زیاد داشتم و به هیچ کس هم گوش نکردم که من گفتم من باید سرود خونم، من باید سراینده شوم یا اینکه من باید یکان هنرمند شوم، خودم رو در آینه نیلگون بینم. و همین ذوق بیشتر بود و بعد ارزو میکردم و هوس میکردم و هوس میخوردم. بعدن مادرم پدرم اجازه دادم. از دوران شیرین کودکی باز چه خاطره های نکه دارید؟ میدانید خاطره ها بسیار هستند و لحظه هایی که خودم رو شناختم مکتب خانه بود. هیچ از یادم نمی رود لحظه های رقص می کردم و هنرنمایی می کردم و لباس می کفتم که کرتای چکن تا جکی آنجا من برامد می کنم. می گفتم لباس هم رو خودم می آرم، فراموش نمی کنم همین رو که چخه برامد می کنم، شرم نمی داشتم. فیلمی بهوده خورا می کنید. این فیلم روز موردی توجه همگان بود و فکر می کنم تحصیل دانشکده رو نیز به خاطر بند بودنتون در همین فیلم قطع نموده بودید. بله. چه خاطره های هستن مثلا از این فیلم؟ مثلا شما به این فیلم چگونه راه یافتید و چرا مثلا به خاطر این فیلم مثلا تحصیل دانشکده رو قطع نموده بودید؟ من بعد ختم مکتب نامدم دانشکده
در آنجا به سپردن اگزامین ها آوره بودم و بعدا اگزامین هم استپارم و بیرون میبرایم که در آنجا معلمه با من میگوید که به تو نمری تلفن گذاشتند و رفتند. چون فیلم باز در کجا بود؟ همه فیلم در رومیت ثبت کردید؟ نه، همون دهاتش. برای جاده آوازخانی را انتخاب نمودن آیا والدین زیر نمودن؟ پدرم دوست میدارند و مادرم هم خودشان وقتی در مکتب میونه درس خانیشان سرود میخوندن و بعدا من از اونجا دیدم وقتی که مادرم ذوق در دلی من از کجا پیدا شد به شما بگویم. وقتی که مادرم سرود میخوندن مکتب و به شوهر دادم بعدی ختم مکتب نموندن که دیگر سرود خوند و از در دلش بود فقط سرود زمزمه میکرد و میستود میگفت که منه نموندن اگر نه من رنگی وای میشدم رنگی این میشدم. همی خیال میگفتن دیدم که ذوق داشتن و با سرود زمزمه میکردم و من گفتم مادر جان زیغ نشوید من آرزوی شما رو عملی میگردانم. همین چیز در دل من جا شد. من نتوانستم که تسترک سرودهایم رو پیشنهاد کنم و کلیپوشا پیشنهاد کنم که مرا در کینو گرفتن و کینو موفق شد. سرودهای من همش تیار بود، الکی آماده بود، باید میخوندم و یک تیشا سرویده بودیم همرو با یک دوستم باید لوی صدو. زندگی وای زندگی بود که او بیشتر گوش میکردن از سرود را، مرا با همون سرود شناختن. زندگی وای زندگی ای بی وفا زندگی، مرا یاری نکردی سرم در خاک زندگی. مرا بیشتر سینما معرفی نمود چون که من خودم نمیدونستم و بعدا وقتی میبینم حالم به توی محرکه ها میروم فرزانه بهوده خوره میکنی نازنین کینا، مرا شخصان هم خیلی قبول میکنن، هم خیلی میشناسن. بعدا گفتم که معرفی نمگری فرزانه این فیلم بهوده خورم است. باره فکر میکردید که این فیلم روزه یعنی که محبوبی همگان میگردن؟ اول نه، برای که من خورد بودم در این فیلم، خوردم نه خیلی به سالم پر بودم در این فیلم نقش فریدم. وقتی که فرزان نبود زندگی نبود، من جوان بودم و میدانی چی؟ میگفتم تیز نقشم آف فرم روام خونه روام دیگون از پای سرود خونیم شوم و دیگر کارها. و بعدا در آخر فیلم به خود آمدم که من فیلم رو باید با پورگی به انجام رسانم. بعد فهمیدم که این فیلم خوب میبراید چون که ما بهت بیشتر کار کردیم برای اون فیلم. من اینی زمان با سرودخوانی هم مشغول هستم، مقصد شب و روز زحمتی من برای سرود خواندن. فرزانه فیض رو برای یک نفر گفته است که بیار دیگر سرود نخون، جدای سرایندگی را ترک کن. گفته است بشم یک نفر؟ یک دوست دارم بسیارتر میگوید با کدام خاطر. او فکر میکند که من او فیلم مرا که به دوست میدارد او میگوید که تو هنرمندی خوب هستی، بیا سرود نخون و هنرنمایی کن. من گفتم که نه. و من سرود خواندن رو بیشتر دوست میدارم. به خاطر سنجیدن هنر و مهارت حاضر جوابی شما ما در برنامه بخش کوتاهی را جای دادیم. اگر شما آماده باشید آغاز میکنیم بخش سوال و جوابی کوتاه را. آماده هستی؟ بله. در حیات خود بیشتر ترس از چی داره؟ از شخصانی که نمی ترسند. از آنها من ترس دارم چون که آنها از یه چیز نمی ترسند. بیشتر می دانید از چی می ترسم؟ از چی ترس دارم؟ از غیبت. من بهت از همین چیز می ترسم. از تهمت؟ از تهمت. باره با این عمل دوچار شده؟ بله. در عمر خود عملی را انجام دادید که پشیمان گشته باشه؟ دور شدم از سنتم یک چند لحظه. تاب شایمان از دام. شایمان از دام. بله. شیرینی زندگی رو در چی میبینید؟ در دو تا طفلم، دو تا فرزندم، دو تا پسر بچم. محمد جان و کامران جان. و
لحظه شیرین‌ترین من فکر میکنم است. زیاد میخواهید از چی گفته باشید؟ از عشق و یا از زندگی؟ از عشق. چرا زندگی با عشق یک سربستگی دارد؟ عشق باشد به فکرم زندگی شیرین‌تر می‌شود. شیرین‌تر می‌شود. از هنر و مهارت خود قناعتمند هستی؟ البته، برای چی نه؟ گمان میکنم کفایه است. زانه فیض از تشریف خود در برنامه درخش هنر پشیمان نیست؟ نه، به حد خوشحالم هستم که شما مرا امروز دعوت کردید به این برنامه درخش هنر و تشکر زیاد. سربلند باشید و همه وقت همی خیلی پیشروی خوب داشته باشید، همی خیلی برنامه های نقص داشته باشید. در انتهای برنامه چی حرفی بود که نو گفتم؟ به فکرم هر یک رازی دلی که در دلم بود شما از من کشیده گرفتید، دیگر چیزی نمون باقی در من. سلامت باشید. همه چی رو من آزادانه با شما صحبت کردم. تشکر زیاد باقی با شما نیز سربلندی و کامگاری تمنو داریم. بگذار از این به بعد باز هم روی صحنه هنر جهد و تلاش نموده باشید، همون به قله های بلند رسیده باشید. تشکر زیاد. بیننده گرامی، هر یکی ما برابر آمدن به دنیای هستی باید مثل آفتاب باشیم که از خود روشنایی باقی گذاشته و دیگران از ما به نیکی یاد آورند. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه درخش هنر. ما اهل ایجاد برنامه، اگر توانستیم لحظه خاطر شما را شاد نموده باشیم پس سرفرازیم. آبادی روزگار و تنصیحتی هر یک شما بیننده عزیز، این است آرزوی همیشگی اهل ایجاد برنامه درخش هنر. خیر، تا دیداری نوبتی، چون میبینیم در برنامه دیگر ما با کدام هنرمند هم صحبت می‌شویم. خیر.